بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان و همراهان برنامه معراج. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل لولی یکل فرج بر قلب و زبانتون جاری باشه ان شاء الله. با افتخار از کربلای معلا در خدمت شما عزیزان هستم با برنامه معراج و در خدمت جناب استاد بهرمند. به نیابت از شما عزیزان عرض ارادت خواهم داشت خدمتشون. سلام علیکم جناب. علیکم السلام و رحمت خیلی الله خوش و آمدید. سلامت باشید، معید در خدمت شما هستم. خدمت همه بینندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم و در آستانه ماه پربرکت رجب امیدوارم خدای عز و جل توفیقات عبادت و بندگی را به همه ما و بینندگان عزیز انشاءالله مرحمت کنه. انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون جناب استاد بهرمند. دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج و تلویزیون امام حسین علیه السلام، عرضم خدمت شما نکته که قابل عرض هست این هست که امروز شنبه روز آخر و تتمه ماه جمادی الثانی هست انشاءالله، طبق نظر حضرت آقای شیرازی و حضرت آقای سیستانی، و انشالله روز یک شنبه اول ماه رجب هست و برنامه ما تقدیم شما عزیزان میشه در تتمه ماه جمادی الثانی و انشالله از فردا در خدمت شما هستیم با شروع برنامه من در ایام ماه رجب. بفرمایید انشالله روایت رو ببینید، بعد از روایت در خدمت شما عزیزان هستیم. الرحيم. السلام على المهدي وعلى آبائه. در آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین مطلب مهمیه که قابل توجهه. چرا به صیغه جمع آمده این کلمه نعبد؟ با اینکه تلاوت کننده و شخصی که در پیشگاه خداوند خودش را حاضر می‌بینه یک نفر بیشتر نیست، قاعدتاً باید بگوید ایاک اعبد و ایاک استعین، من تو را عبادت می‌کنم و تنها من از تو استعانت می‌جویم. چرا به شکل جمع آمده؟ ما تو را عبادت می‌کنیم و تنها از تو استعانت می جوییم. این علت جمعش چی می تواند باشه؟ چند تا جهت بحث ما داریم اینجا. یک جهت، جهت ذاتی. انسان گمان نکنه عبادت های او همین حرکات ظاهری که اعضای ظاهریش انجام میده. عبادتش فقط این نیست به قیام و قعود و رکوع و سجود، بلکه تمام وجودش در برابر خدای عز و جل قرار گرفته و تمام سلولهای بدنش از سلولهای مغز سر گرفته تا سلولهای انگشتان پا همه و همه در برابر ذات اقدس الهی هستند. میلیاردها سلول که در وجود انسانه تمامشون خضوع دارن در برابر خداوند، همشون خشوع دارن، همشون توجه دارن، همشون عارف به خدای عزوجل تبارک و تعالی هستند.
ذاکر خداوندن. این من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. چیزی نیست در عالم وجود الا اینکه تمام در پیشگاه خداوند مسبحن، ذاکرن، خاضعن، خدا را منزه از عیوب میدانن. بنابراین عبادت کننده نه فقط خودش را و اعضای ظاهریش را در برابر خدا بدونه، بلکه خودش و همه وجودش و اعضای ظاهری و اعضای باطنی و تمام سلول های وجودش که میلیاردها سلوله، همه اینها در برابر خدای عز و جل قرار گرفتن و به حساب همه اینها عبادت کننده میگوید ایاک نعبد. ما یعنی خودم و همه اعضای ظاهری و باطنیم، همه اعضایی که قابل رؤیتن و اعضایی که قابل رؤیت نیستن، همه در برابر تو خضوع داریم، همه در برابر تو خشوع داریم. و این سلول های بدن مدرکن، درک دارن، آگاهن، شعور دارن، و روزی میاد همین ها بر علیه انسان شهادت میدن. بله. این مال مدرک بودنشه، چون صاحب درکن. الیوم نختم علی افواههم، میفرماد روز قیامت روزیه که خداوند مهر میزنه بر دهان ها، دیگه دهان سخن نمیگوید. و نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یکسبون. دست و پاهای ما به اذن خدای عز و جل سخن خواهند گفت و بر علیه انسان شهادت میدن و میگن که این انسان در طول عمرش چه کارهایی انجام داده. و قالو لجلودهم، نه فقط اعضا و جوارح بدن، حتی پوست بدن، حتی سلولهای بدن، پوستی بدن، اینها بر علیه انسان شهادت میدن. قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، به این سلول های پوستی خواهند گفت انسان ها که شما چرا بر علیه ما شهادت دادید. یعنی این کسی که در دنیا خدا نکرده به واسطه لمس کردن بدن نامحرم این سلول های پوستیش لذت برده، بل، همین سلول های پوستی به اذن خدای عز و جل بر علیه انسان شهادت میده. این سلول هایی که در درون انسانه و به واسطه خوردن مال حرام و لقمه ناپاک ممکنه لذت برده باشد، که البته لذت نمیبره، انسانه که لذت میبره، و این اعضا و جوارح ناراحت میشن و نظم وجودی انسان تغییر پیدا میکنه. این که انسان مبتلا به مرض میشود، عامل مرض خود انسانه، با گناهش، با معصیتش کاری میکند که نظم موجود در وجود انسان تغییر پیدا میکنه. مبتلا میشد مثلا به سردرد به خاطر معصیتی که انجام داده، مبتلا میشود به چشم درد، مبتلا میشود به دندان درد، به هر دردی از دردها ممکنه مبتلا بشود. یعنی این نظم حاکم بر وجود انسان تغییر پیدا کرده بر اثر کار خلاف، بر اثر گناه و معصیت. خلاصه انسان وقتی در پیشگاه خداوند می ایسته برای بندگی و برای عبادت، خودش را فقط نبینه، خودش هست با جمیع اعضای ظاهریه و اعضای باطنیه، حتی اون سلول هایی که هزارانش در یک سر سوزنی، کمتر از سر سوزنی جا میگیرند، همه اینها میگویند به خدای عز و جل ایاک نعبد و ایاک نستعین. این از جهت ذاتی،
بله جهت دیگر خدمت شما عارضم، از جهت واسطه بله یعنی بندگان خدا بدانند عبادتشون معلوم نیست مورد قبول خدای عز و جل قرار بگیره. بله عبادت آدم های عادی مثل ماها شرط قبولیش خیلی شرایط سخت و دشواره. چطور من مطمئن باشم که عبادت من مورد قبوله، در حالی که مثلا تاجر می ایسته در برابر خداوند میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما معاملاتش ربویه. بله کاسب میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، در حالی که در معاملاتش غش داره، غش در معامله کرده. آب قاطی کرده با شیر، شیر ناخالص رو به عنوان خالص به مشتری فروخته. بله. جنس نامرغوب رو قاطی کرده با جنس مرغوب به طوری که معلوم نشه. حیله سوار کرده، حقه سوار کرده. بله. همین هم وامیسه، وضوع هم میگیره در برابر خداوند میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نستعین. بله. اونی که ظلم میکند به خودش، اونی که ظلم میکند به خانوادهش، اونی که ظلم میکند به زیر دستان، اونی که کمک میکند به ظالم، همه و همه در برابر خدا میستن و میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس مسلم قبولی عبادت های امثال ماها مورد خدشه است. پس چاره چیه؟ بله چاره حل چیه؟ چیه؟ از یک طرف مجبوریم نماز بخونیم، خدا مستحق عبادته و عبادت کردن را بر دوش ما نهاده، واجب شده بر ما، اقیم الصلاة. از یک طرف میبینیم تحصیل اون عبادت مقبوله واقعا در نهایت سختی و دشواری است. چه باید کرد؟ بله راه حل چیه؟ راه حل اینه که من عبادت های خودم را وارد کنم در جمله عبادت های کسانی که عبادتشون 100% مقبوله. بله. مثل عبادت انبیا، اولیا، عبادت آقا امام زمان علیه السلام، حواریون امام زمان علیه السلام. اول وقتی کی میسته به نماز؟ اول وقت به مجرد اینکه وقت داخل شد و الله اکبر اذان گفته شد، اول کسی که تکبیر نماز را میگوید آقا امام زمان علیه السلام و حواریون امام زمان سلام الله علیه، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت ادریس که اینا زندن. بله. مثل حضرت خضر. مسلمه که عبادت های اینها مورد قبول خدای تبارک و تعالی است. پس من عبادت خودم را قاطی عبادت های اونها کنم، نگم ایاک اعبد. بله. بگم ایاک نعبد تا به حساب قبولی اعمال امام زمان علیه السلام عمل غیر مقبول من هم مورد قبول خدای عزوجل باشه، تبارک و تعالی قرار بگیرد. بنابراین نباید انسان عبادت کننده خودش را ببینه در نماز، باید امام زمانش را ببینه، اونی را ببیند که نمازش 100% مقبول خدای تبارک و تعالی و به حساب امام زمان سلام الله علیه بگوید ایاک نعبد، یعنی من و امام زمانم، من و تمام اولیا، من و تمام انبیا، همه و همه میگوییم ایاک نعبد. نمازهای اونا 100% مقبوله، نماز من هم را به برکت قبولی نماز اونها از من هم اون نماز را بپذیر و از من هم قبول کن. جای روایتی هست از آقا امام صادق علیه السلام، روایت را جناب محمد ابن مسلم
نقل میکند، میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق میفرمودند اذا دخل وقت الصلاه فتحت ابواب السماء، هر وقت زمان نماز داخل شد فورا درهای آسمان ها باز میشه. اینا رو ما انسان خوب باید دقت کنه، گوش بده تا در بازه باید وارد بشه، عملش برد به طرف خدای تبارک و تعالی. فتحت ابواب السماء لصعود الاعمال، برای اینکه اعمال برد نزد خداوند و مورد قبولی خداوند قرار بگیره. میفرماید فلا احب ان يسعد عملي ان يسعد عمل من عملي، دوست نمیدارم عملی بالاتر از عمل من باشه. امام صادق اینطور نماز میخونه، جوری می ایسته به نماز که نمازش نماز نمره اول باشه، درجه یک باشه. خب ما هم دوستان این امامی، ما هم از اتباع و شیعیان این امام، نباید نماز دیگران از نماز ما بهتر باشه، جلو بزنه. باید ما نمازمون در رتبه بعد از ائمه بالاترین نمازها باشه. نمازها باشه. ولا یکتب فی الصحیفه احد اول منی، و نماز کسی در صحیفه اعمال قبل از من نوشته نشود. یعنی اول عملی که نوشته شود نماز امام زمان علیه السلام. پس در اون هنگام من برم در خونه خدای عز و جل، نظرم آخر وقت، اول وقت که نماز نماز امام صادقه و نماز نماز حضرت مهدی علیه السلام، من اون وقت بیستم و اون وقت بگم به خدای عز و جل ایاک نعبود، یعنی من و امام زمانم. روایت دیگر، روایت جناب عیسی بن القاسم از امام صادق علیه السلام، پناه میبریم به خدای عز و جل به خاطر این روایت. بله بفرمایید. امام صادق میفرمود والله، قسم میخورن قسم جلاله، قسم به خدای عز و جل، لیأتی علی الرجل 50 سنه و ما قبل منه صلات واحده. الله اکبر. 50 سال که مساوی با تمام عمر انسانه. بله، عمری که شاید بتونه مفید باشه. بله، عمر مفید انسانه. 50 سال بر عمر انسان میگذرد در حالی که یک رکعت نماز نمازش درست و صحیح و مورد قبولی خداوند قرار نگرفته. فأی شیء اشد من هذا، امام میفرماید چه چیزی سختتر از این هست؟ بله، چه چیزی مهمتر از این هست؟ انسان باید به اهمیت این مطلب پی ببره، والا امور دنیا امور زودگذره، اونا خیلی ارزش فناپذیر نداره. ارتباط انسان با خدای عز و جل این مهمه. میفرماید والله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من کان یصلی لبعضکم ما قبلها منه لاستخفافه بها. میفرماید شما ها آدم هایی رو میشناسین از همسایگان، از دوستان، که مثلا برای دیگری نماز خونده در حالی که اون دیگری 1 ریال بابت این نمازش نمیده. یکی برای دیگری نماز خونده اما چون نماز سبک خونده و نماز خفیف خونده و نماز بی ارزش خونده، حاضر نیست به ازای آن پولی بده، چیزی بده، مثلا قبول ازش نمیکنه. بنابراین همسایه از همسایه نماز قبول نمیکنه. چطور خدای عز و جل، خدای پاک، عمل ناپاک ما را قبول بکنه در حالی که و الیه یصعد الکلم الطیب. بله. کلام طیب، کلام پاک، کلام واقع، کلام درست به سوی او برمیگرده. و کلام من کلام دروغه، من که میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، در این ادعام دارم دروغ میگم، چون میگم ایاک نعبد اختلاس میکنم، میگم ایاک نعبد ظلم میکنم، میگم ایاک نعبد دروغ میگم، میگم ایاک نعبد خیانت میکنم،
بله با وجود این همه معاصی و گناهان چطور بگم ایاک نعبد؟ پس بنابراین نماز من قطعا مورد خدشه قرار میگیرد. راه چاره چیه؟ راه چاره اینه که این نمازم را وصف کنم به نماز به نماز مقبول حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، اقلا اول وقت رو از دست ندم. همین اول وقت نیتم این باشد که نماز من وصف بشود به نماز آقا امام زمان علیه السلام. به اون حساب میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد و ایاک نستعین. خیلی ممنونم حاج آقا، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. بفرمایید انشالله میان برنامه، بعد از میان برنامه سوالات شما عزیزان رو میپرسیم از جناب استاد بهرمند. خب وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز برنامه معراج. 2096477330304314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست، از طریق تلگرام و واتساپ در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان بیننده ای که پیام میدن و شماره ها براشون، شماره برنامه براشون ارسال شده از طریق دوستانشون، یا اینکه خودشون ارسال میکنن و هدیه میدن شماره رو به دوستانشون، اعلام بکنن حین اینکه دارن شماره رو میدن و میگن که این شماره اگر سوال شرعی، تاریخی یا اخلاقی یا آداب دارید میتونید بپرسید، محبت کنید بگید که میتونن از طریق تلویزیون امام حسین علیه السلام به جوابشون برسن و ممنونم از لطفتون. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سوالات امروز. با عرض سلام و خدا قوت، آیا منظور از سادات تمامی سیدها از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله همه سادات جناب هاشم ابن عبد مناف جد اعلای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین حضرت عبدالمطلب پدران پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین، یعنی حضرت عبدالله و حضرت ابو طالب، اینا چون نسلشون به جناب هاشم برمی گردد، اینا هاشمی هستند و جزء سادات هستند. حضرت علی علیه السلام که فرزند فاطمه زهرا که نیست، که حضرت علی همسر فاطمه زهرا است، جزء چیه؟ جزء سادات. جزء سادات. چرا؟ چون از نوادگان حضرت، از اولین سادات. جزء سادات نیست، جزء از فرزندان حضرت هاشم، فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام که از فاطمه زهرا نیستن، مثل آقا ابوالفضل علیه السلام و برادران آقا ابوالفضل علیه السلام و نسل آقا حضرت ابوالفضل علیه السلام، اینها همشون سادات هاشمی بله حساب میشن. اما به خاطر جلالت مقام حضرت زهرا علیه السلام و فرزندان حضرت زهرا علیه السلام، به خاطر مقام بسیار عظیمی که نزد خدای عز و جل دارن، رسم شده بله در بین ما شیعیان اهل البیت، هر سیدی را فرزند حضرت زهرا میدونیم، هم فرزند حضرت زهرا بدونیم، یا آمدیم تقسیم بندی کردیم، مثلا سادات علوی، سادات موسوی، سادات موسوی، سادات حسینی، بله، سادات رضوی، و الا اصل سیادت مربوط به جناب هاشم، هاشم ابن عبد مناف جد علای پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین علیهم السلام. پس همه سادات لازم نیست از فاطمه زهرا علیه السلام باشه. بله.
متشکرم ازت. با عرض سلام، همسرم چند سال آلزایمر شدید دارد. سوال کردم، گفتن واجبات از ایشان برداشته شده. آیا صحیح است؟ کسی که فراموشی شدید بگیره به طوری که ندونه آیا نماز خونده، نماز نخونده، تذکر بهش میدن نماز تو بخون، میگه خوندم، یا بهش میگن آقا نماز تو تا خوندی بسه، باز میخونه، باز نماز بخونه. همینطور روزه، نمیدونه روزه گرفته روزه نگرفته، یا موقعی که روزه است به خاطر فراموشی بله روزه خاری میکنه، بله. با اینکه روزه است، این بر اثر فراموشی شدیده. کسی که حالش این گونه است، این تکلیف نماز نداره و تکلیف روزه نداره نداره، و نماز و روزه ای که ازش فوت شده با این حالت احتیاج به نماز قضا نداره. نداره، بله نداره. خیلی متشکرم. چقدر فرصت داریم اتاق فرمان؟ 8 دقیقه؟ 6 دقیقه. با عرض سلام، برای نماز قضا تسبیحات اربعه و تشهد رو جایز هست یک مرتبه بگیم؟ برای نماز قضا تسبیحات اربعه یک مرتبه گفتن کفایت میکنه. یه مرتبه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر یک مرتبه بگید اشکالی نداره. اما تشهد نه، تشهد از جمله واجبات که نه. در نماز صبح یه مرتبه تشهد داره، در نماز مغرب دو مرتبه تشهد داره، در نمازهای 4 رکعتی دو مرتبه تشهد داره، و این تشهد قابل کم و زیاد شدن نیست. پس تسبیحات اربعه را میتونیم به جای 3 مرتبه 1 مرتبه بگیم، ولی تشهد وجوبش سر جای خودشه، قابل کم شدن نیست. حالا برای اینکه میخواد نماز کوتاه بخونه که موفق بشه به خوندن کل نمازهای قضاش، میتونه سلام نماز را مختصر کنه، اکتفا کنه به سلام آخر. یعنی بعد از تشهد فقط 1 مرتبه بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. به این مقدار سلام که بده نمازش دیه تمامه و کفایت میکنه. متشکرم. بیننده بزرگواری پرسیدن که ما خانه با وام ساخته ایم و نمیتوانیم بدهیش را پرداخت کنیم، آیا نماز و عبادات من در این خانه قبول است؟ اصل خریدن خانه یا ساختن خانه با وام و با قرض ایراد نداره، انسان اون خانه رو مالک میشه. بله با قرض ساخته و مالک میشه، البته اینجا به طلبکار مدیونه. بله حالا اگه قدرت پرداخت نداره، این ضرر به نمازش و عبادتش در این خانه نمیزنه و مستحبه که طلبکار صبر کنه تا این بدهکار قدرت ادای دینش را پیدا کنه. در روایت دارد کسی که با بدهکار خودش بسازه، خداوند هم کمکش میکنه در روز قیامت در پل صراط، نمیگذرد که او بر پل صراط پاش بلغزه، کمکش کنه که راحت از پل صراط بگذره. چرا؟ چون با بدهکار خودش ساخته و باش مدارا کرده، نه اینکه او را تحت فشار قرار داده است. بله متشکرم. به عنوان آخرین سوال همین سوال رو بپرسم که بیننده بزرگواری گفتن یک دوست دارم غیر مسلمان است و به حرم امام رضا علیه السلام مشرف شده است. من وقتی همراهش یا مثلا همراهش صحبت میکنم، برای خودش و خانواده اش دعا میکنم. از نگاه اسلام دعا کردن برای غیر مسلمان چگونه است؟ دعا کردن برای غیر مسلمان برای هدایتش ایرادی نداره. دعا کنید بله. که خدای عز و جل توفیقش بده از ظلمت رهایی پیدا کنه و بیاد در دایره نورانی ایمان و
و اسلام، طلب کردن هدایت از خدای عز و جل برای غیر، مخصوصا برای غیر مسلمان، این ارادی ندارد. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیره عملیشون چنین بوده که در جنگ ها با اینکه دشمن آمده بود به جنگ حضرت، مثلا در جنگ خندق دشمن قریشی ها بودن، بله، آمده بودن به جنگ آقا رسول الله، حضرت درباره اونها دعا کردن، فرمودن اللهم اهد قومی، بله، انهم لا يعلمون، خدای قوم رو هدایت کن و اینا آگاه نیستن، جاهلانه جهلشون وادارشون کرده که دست به قبضه شمشیر بشن و در برابر من بیستن. برابر این طلب هدایت از خدای عز و جل برای غیر مسلمان هیچ عیبی نداره، ایرادی نداره، اشکالی نداره. خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون. خواهش میکنم، سلامت باشین انشاءالله. خیلی ممنونم از شما عزیزان که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. امید است که انشاءالله در روزهای بعد هم بتونیم در خدمت شما و در خدمت جناب استاد بهره‌مند باشیم. در پناه امیرالمؤمنین باشید. یا علی.